با سلام دوباره خدمت دوستان، این جلسه میخوام آموزش زدن ضربه اپنیک شات یا به قول مشهدیا فردی یا اینکه زیر پا جلو یا بعضی هم بهش میگن ضربه ساعدی، یعنی با ساعد دست داده میشه که میشه گفت یک نوع از یعنی ساده ترین نوع زدن ضربه پنالتیه نسبت به بقیه فنون، مثلا چپکش و راستکش خیلی ساده تره و نسبت به مثلا دوپا یا اینجور ضربات، یعنی نسبت به زدن اسلینگ شات و اینجور ضربات خیلی راحت تره زدنش. شاید به دیدگاه اول خیلی باید به نظرتون سخت بیاد، اما خیلی راحت، ضربه بسیار راحت و راحتی و پیچیدگی نداره، فقط یک سری نکات ریز داره. خب حالا بریم ببینیم این نکات ریزش چیه. ببینید دوستان، تو هر جلسه پیش گفتم تیک تاک، تیک تاک که شما قشنگ مسلط شدی تونستی بین هر کدوم از اینا مثلا 60 تا 50 تا بزنی که توپ در نره. خب یعنی شما تونستی حرکت اونقدر انجام بدی اونقدر که بزنی آقا سر تسلط رسیدی. خب اونقدر تو این حرکت 50 تا بزنی که دیگه در نره توپه و توپه تقریبا توی خط صاف باشه. ببین من اون وقت توپ هم نه با جلوی پام استوپ کردم نه با عقب پام. خب لازم بگیرمش کنم مثلا با استوپش کنم یا بندازم جلو پا اینجوری بخوام بگیرمش، نه توپ هم توی خط صاف میره میاد. خب حالا اما آموزش اسمی شد ببینیم بچه ها، میزه شما میزه فایروال اصلی یا مثلا میزه حتی طرف فایروال، میزه من طرف فایروال ولی اونطور کپیش من کلا پاس کردم. شما باید دقیقا توپتون وسط دروازتون جایی که نقطه بزرگ است دقیقا اونجا باید کاشته بشه و وسط و وقتی شما توپو میکارین. اما اول من نحوه کاشتن توپو بهتون بگم. ببینید بچه‌ها، شما گفتم تیک تاک رو یاد گرفتید، حالا هر کس طبق یک روتین، هر کس طبق یک روتین، مثلا روتین من چیه یا عادت من چیه؟ عادت من اینه که یک پا میندازم جلو، این پا توپو میندازم، یک تیک تاک میزنم، نیم پا توپو میندازم جلو و مثلا جلوی پا استوپش میکنم. مثلا برای فرض مثال من اینجا میام یک پا تیک میدم، توپ هم میاد اینجا به این شکل. پس شد نیاکنیم حالت سهنوستی یا اسلاموشن چه باید اجرا میکنم، نیاکنیم توپ هم بیره اینجا میزنم پشت توپ هم میاد جلو پا وای میسته، دوباره میزنم پشت توپ هم میاد اینجا وای میسته. پس میشه این میشه یک روتین. بعد یا حالا طرف دوست داره از بالا مثلا بگیرش این کار انجام بده، ولی نه من اگه توپم تو ناحیه بالا مثلا به دستم برسه هیچ وقت این کار نمی کنم، تو مسلط نیستم روش، تو اون جریان مسلط قضیه فرق میکنه. من میدم به این پا، از این پا میدم به حالا به پای وسطم و توپو قشنگ استفاده. اما من این چرا روشن هم خیلی تاریکه. خب اما این که از این میدازه یه پا این پا میدازه جلو و تو جلو پا استوب میشه، دوباره این میدازه جلو و استوب میشه. خب حالا برای زدن ضربه اسنیک شات ببینیم بچه ها، ضربه اولفه اول با ضربه مستقیمه، ولی اول از همه باید توپ رو بکارین برین اون ور، توپ دقیقا وسط میدون رو نقطه بزرگه. خب وسط میدون یعنی وسط دروازه، این دقیقا این وسط دروازه. ببینید چیزی که برای ما مهمه اینه که دقیقا آدمک دقیقا وسط توپ و توپ دقیقا وسط زمین باشه، یعنی دقیقا تو نقطه ای که کاشتم توپ همونجا باشه و این آدمک نیاد مثلا این ورش وایسته، مثلا شما اینجوری توپ استوب کنی یا مثلا اینجوری توپ استوب کنی، ما اینجوری نمیخوایم، اینجوری هم نمیخوایم، دقیقا پا باید وسط توپ قرار بگیره برای استوب کردنش. حالا برای ضربه زدن، پس شد اولویت اول باید یه توپو بکاری بچرخی بیای از پشت سر توپو نگاه کنی، بیایی نگاه کنی ببینی آقا توپ من الان درسته دقیقه هیچ مشکلی نداره،
توپم باید توی کالتی باشه که شما وقتی توپ بود توپ در نره، یعنی توپ اینجوری نباشه که مثلا دو تا زنی بره توی دروازه یا مثلا بره عقب، توپ قشنگ یک کالتی که قفل بشه زیر پا، یعنی مثلا توی حالت باشه هر چقدر بزنم رو سر توپ توپ من در نمیره، با هر قدرتی هم بزنم توپ من در نمیره. خب ببینید یه بار دیگه کجا توپو میام قفلش میکنم، میدونم توی این حالا اگه توپ در بزنم توپ من در نمیره، دوباره در نمیره، اما الان نمیره، اگه الان بزنم احتمال در رفتنش خیلی زیاده، توی این در نمیره توپ بعدی احتمال در رفتنش زیاده، ببینید برای که توپ اصلا قفل نشده یه احتمال در رفتنش الان خیلی زیاده. ببینید پس توپ توی یک حالتی باید باشه که حتما قفل قفل باشه، یعنی نه به سمت جلو حرکت کنه و نه به سمت عقب. اما پس شد اولویت اول کاشتن توپ و قفل بودن توپ زیر پا و دقیقا توپ وسط میدون، و وقتی میان این سمت توپ رو نگاه میکنین ببینید الان استوپمن اشتباهه، باید به این شکل شما توپ رو بکارین، یعنی اولویت اول ما اینه. پس شد این سه تا، باید هی بیاین از این ور نگاه کنین، بعد که دیدین آقا نه توپ دقیقا داره پا وسط توپه، وسط توپ وسط زمینه، خب اینها رو که دقت کردیم بعد وقت میم رو ضربه زدن. پس اولویت اول کاشتن دقیق توپ دقیقا زیر پا جوری که قفل باشه، یعنی جوری که از زیر پا در نره. خب اولویت دوم میشه این که پس اولویت اول توپ وسط زمین، وسط زمین و پا وسط توپ، و بعد توپ دقیقا تو حالت قفل خودش قرار بگیره، در نره توپ بیاره. نگه من الان مثلا بی توپ هر چقدر فشار وارد کنم توپ در نمیره، هر چقدر من بی میله فشار وارد کنم توپ در نمیره. حالا بعد میشه ضربه زدن. ضربه زدن اولویت اول ما میریم وسط یاد میدیم، بعد این سمت دروازه رو یاد میدیم، و بعد این سمت دروازه رو. خب ببینید برای زدن وسط دروازه پس شد اولویت کاشتن توپ، اول از همه یک روتین پیدا میکنی برای خودت، یا از اینجا پاس میدی نیم پا میندازیش جلو، یا از بالا پاس میدی نیم پا میندازیش جلو، از هر سمتی که راحت تری، از هر سمتی که بگم کنی از اون سمت مسلطه، ولی دیگه همیشه همون. خب حالا بچه ها این چرخش که من دارم انجام میدم شما انجام ندید، شما که توپ آمد اینجا نگاه دست رو تو هر حالتی دوستانی میذاری، تو هر حالتی که دست احساس میکنه راحت تره، ببینید یکی از اینجوری راحت تره، یکی از ارزم بوده شما مثل من اینجوری، یا مثل حالت دست تونی اسپرمن هم بهش میگن اینجوری، یکی از تو این حالت دست راحت تره، یکی از بله مثلا اینجوری راحت تره، یکی از مثلا تو این حالت راحت تره اینجوری میگه دستشو، هر کسی یه مدل دست راحت تره. ببینید تو چه حالتی راحت تره، اینجوری هر حالتی که فکر میکنید راحت تره، زیاد حالت دست مهم نیست، مهم اینه که دقیقا وسط میله به این وسط دستگیره. نبینید بچه هایی دو تا خط هست اینجا، خب برای که چی باشه نبینید، حالا اگه اینجا نبینید این دو تا خطی که میگه مثلا این که میله صافه، یک دو تا خط اینجایه، این دو تا خط باید درگیر شن قشنگ، این دو تا لاین خطی هست، دو تا لاین خطی باید قشنگ درگیر بشن که میله از تو در تو در نره، و هر کاری بکنید این میله قفل باشه، یعنی اگه اینجا باشه نبینید میله من چیکار میشه، یعنی لرزش داره میده من، ولی وقتی اینجوری باشه میده من لرزشی نداره. خب حالا ما میگیم سراغ اینکه دست گرفتن چی میگیم، بعد دست گرفتن هم مدلی که راحت تر، مثلا یکی از اینجوری دست میگیره، یکی از بین حالت دست رو میگیره، حالا دیده میشه قشنگ نه، یکی از بین حالت قشنگ دست میگیره، یکی از به این حالت دست رو میگیره، هر کس یه جوری دوست داره، هر کس یکی هم میدین اینجوری دست رو قشنگ اینجوری میندازه اینجوری دست میگیره، خب هر کس توی حالت که دست رو میگیره تو همون حالت باید تمرین کنی درش بیاره، هر حالت که فکر میکنی راحت تره. پس شد حالا بچه ها این چرخشی که من دارم الان میدم مثلا اینجوری میچرخان توی توپ عادته، و شما فعلا هم چیکاری نکنین، زوده، حالا بعدا بهتون میگم چجوریه، ولی زوده از حالا نکنین چون
اینجوری میشه میای اینجوری میبره تو مثلا تو چند مسابقه میای اینجوری تو ضربه میزنی توپ در میره اصلا به هم میزنه. پس این کار انجام ندید فعلا، یعنی انجامش ندید. پس شد اولویت اول کاشتن توپ، پا دقیقا وسط توپ و توپ حالت قفل خودش رو قرار بگیره. حالا اینو میچرخونمش و حالا جیوی ضربه رو بزنید. ببینید ضربه از این حالت میاد بالا و ضربه زده میشه و دست توی این حالت قرار میگیره. دست توی این حالت مینه رو قفل میکنه. توی این حالت مینه میچرخه و با سر انگشت مینه قفل میشه. یه بار دیگه حالت خب از اینجا ما شروع میکنیم با چند تیک‌تاک. خب من اینجا توپ رو گرفتم. بچه همیشه تصور کنید شرایط شرایط مسابقه یه هستش تو شرایط زمینی فکر کنید در این مسابقه میگید. یه نیم پا جلو توپ رو خیلی آروم میشین اینجا. حالا دست تو میمیدید دیگه دیگه هم وسط با وسط توپ. بعد ضربه رو میکشینش. ببینید دست منو به این شکل ضربه رو هلش میدید. درست شد؟ دوباره این حالت دیگه هم قفلشه میچرخونیم میریم بالا خودش میریم. دوباره پا وسط توپ، وسط پا دیگه هم وسط توپ. خب میچرخونیمش میریم بالا خودش میریم دیگه هم دستگیر قفل میریم. اما توی سریع تر زدنش سرعت چرخش بین این ناحیه تا این سرانگشت رو افزایش میدیم. ببین این ضربه که من الان خورد اشتباه بود، چون ضربه من یکم رو بون سمت شد. رو بون سمت رفت یعنی چی؟ یعنی چرخش من اشتباه بوده یا اینکه پام دقیقا وسط توب نبوده. ببین دوباره من میام توب میکارم پام دقیقا وسط دوباره میزنم. حالا دفعه بعدی میخوام ضربه بزنم دوباره میچرخونم. الان دیگه نمیخواد قرار نیست شما تق 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 تون تون ضربه بزنی. نه مثلا اینکه بزنی شهباد بعد نه اینجوری ما نمیخوام. با این سرعت اصلا معنی نداره. خب فقط توپو میکارین، اول نگاه به دروازه، نگاه به توپتون، همه چی چک میکنین. خب حالا یکم نگاه میکنین به دروازه چشمتون عادت کنه. خب تو هر ثانیه حالا ضربه رو میچرخونم. پس چیزی که شد تو زمان بده مختلف یکی رو مثلا من دوستم هم وایستم مثلا دارم مثلا به حساب خودم دارم آنالیز میکنم بپارم توی ذهن خودم یک ریتمی از چرکیب شیندن اون داره اینجوری عوض میکنه، داره اینجوری کار میکنه، داره این کار میکنه. حالا وسط خالی میشه، وسط میزنم. شما اینجوری تمرین کنید، یعنی حتی کسی جلو نیست تصور کنید یک نفر اون جلو وایستاده. خب اما پس شد این حالت میکشین توپو میاد بالا. فقط همین رو باید تمرین کنید، پا وسط توپ، پا چی و ضربه مستقیم. و وقتی که همه اینا دیدید مستقیم نهی برید از اون هم نگاه کنید که پا دقیقا وسط توپ باشه. این که از این. اما برای زدن ضربه پایین دروازه، خب زدن ضربه برای به پایین دروازه، ببینید حالت اسلو موشن شما اجرا میکنم. شما طبق ریتم قبلی توپ و طبق یک روتین میایین توپ و گلش میدین به سمت جلو و توپ رو نگهش میدین. توپ رو نگهش میدارین و حالا میخواین ضربه بزنین. نوع دست گرفتنتون همه چیزتون اوکی میکنین، استایل همه چیز. حالا میخواین ضربه رو بزنین. میخواین نیم پا برای زدن این سمت دروازه دقیقا برعکسه. نیم پا میره این سمت، بعد کشیده میشه این سمت زده میشه. باز برای زدن این سمت بالای دروازه نیم پا میره به اون سمت، بعد کشیده میشه این سمت میخوره. خب حالا من میخوام اصلا طرف پایین دروازه رو بزنم. ببینید نیم پا میره بالا، اونجا قشنگ ببینید نیم پا میره بالا. ببینید دوباره از نو نیم پا میره بالا. ببینید پای من دقیقا تو نصفه این سمت توپه، یعنی پا شما بیاد این سمت، بعد توپو میکشه اینجوری میزنه.
میکشه پای یکم توپ رو میکشه این سمت، یعنی پا میاد رو نیمکره این سمت توپ، بعد کشیده میشه به این سمت، ضربه رو میزنه. پس چیزی که مظلوم هم با صورت خیلی آروم بعد از اینکه قشنگ وسط دروازه رو تو مسلط زدید، نیم پا میره این سمت، تو کشته میشه، ضربه زده میشه سمت پایین دروازه، مجدد پا دیگه هم وسط تو، وسط پا قشنگ روی دروازه. خب حالا پا دیگه هم وسط تو باید قرار بگیره. حالا من با دربر بزنم، نیم پا میدادم اون بر میکشمش آقا دربر میزنم، دوباره من میخوام دربر بزنم، نگه میدارم نگه میدارم نگه میدارم نگه میدارم نگه میدارم قشنگ دارم آنالیز میکنم، نیم پا اون بر میدارم بزنم. بچه این تمرین رو حتما باید اونقدر انجام بدین که این حتما بره تو ناخودآگاهتون، ناخودآگاه برای زدن این سمت دروازه باید دروازه رو دقیقا بکشی اون سمت، باید بکشی این سمت رو بزنی دقیقا، باید بره تو ناخودآگاه. خب مجدد نیم پا اون باید پایین دروازه رو داره میزنی و دقت کنید بچه، مثلا من زدم دوتاش خراب شد، خب شما باید ده تا بزنید، ده تاش دقیق بخوره، دهتاش باید دقیق بخوره، یعنی مثلا من شروع میکنم این پروژه رو پایین در بوده، این شد یک دوباره تو با میان عزیزم میکارمش، دوباره نیم پروژه دو. بچه ما این سرعت رو نمیخواییم، خب ما سرعت این که شما اینجور اینجوری کنشه اینجوری بزنی رو نمیخواییم. پس شد میشه نبایید نیم پونور پایین، خب دوباره ثابت تو نیم پونور پایین درمزه. خب حالا بچه ها من دو تا نقطه رو بهتون گفتم، این و این سمت پایین، پایین رو اول اونقدر آروم میزنین در حد با این سرد نیم پونور یا پایین این هم اول باید اینجوری بزنیم، ما اول نمیخوانم از شما بزنیم مثلا دروازه به ترکه، نه اینجوری نمیخوان، نیم پا اون سمت میکشیم پایین ضربه شما شما. حالا میریم سراغ ضربه دوم، ضربه دوم نقطه بالای دروازه که زده میشه، یعنی شما دسته این سمت رو بزنیم مسلط شدیم، بعد میریم نقطه بالای دروازه، نقطه بالای دروازه نیم پا میاد این سمت کشیده میشه بالا ضربه زده میشه، دوباره پا دیگه هم وسط تو چکش میکنیم، نیم پا این سمت تو بزنیم بالا جمعش میکنیم، دوباره نیم پا میدازیم این سمت تو میکشیدش بالا جمعش میکنیم. ببینید بچه اینا رو من اونقدر بزنید تا بره تو ناخودآگاهتون، همیشه هر سنگ رو تو یاد بگیرید لازم نیست اول با سرعت بی نهایت بزنیدش، اول آروم، اول خیلی آروم، بعد کم کم سرعت در بزن تو میدنیم بالا تر. پس میشه این میشه که آره سرعه بدن اسمیل شارت بینید. خب من پاکتفاق بکنم چکش میکنم، نیم پا در مقاله، پس این میشه به حساب تمرین کردن تون و اینا. اما بعد از اینکه سه تا نقطه رو تونستیم بزنیم با یه سرعت معقولی، حالا میریم روی حرفه‌ای تر کردن این حرکت. حرفه‌ای تر کردن این حرکت میشه یه همچین چیزی، نگاه کنیم میاییم با یک مانور نیم پا نیم پا، نگاه کنیم حالت نیم پایین و نیم پا و نیم پایین و نیم پا و حالا تیب لرزش نبین، حالا به این شکل مانور میدیم مانور میدیم مانور میدیم مانور میدیم، حالا ما وسط دروازه بزنیم، وسط دروازه حالا میخوایم مثلا بیه نقطه پایین دروازه بزنیم، مثلا ما میخوام نقطه پایین دروازه بزنم براتون، این تای دروازه بزنم به قول ماها. پس وقت تو
سطح حرفه‌ای تر مثلا مهم بینید توی این کار توی اینکه این ضربه رو بزنیم چطوری بهتون بگم اونقدر باید اون تمرین نیم تا اون سمت بکش این سمت رو بزن اونقدر چوشه که ناخودآگاه بهتون بره اون سمت بیاد این سمت رو بزنه درست شد؟ یعنی نگید شما توپتو مثلا توی این حالت باشه بکشین مثلا بزنید با توپتون کج میخوره توپتون بد میخوره اصلا اونجایی که میخوایی نمیخوره بعد مثلا نقطه دارن نقطه بالای دروازه مثلا من نمیزنم وای میتونم تا قشنگ خالی بشه قشنگ آنالیز میکنم قشنگ نگاه میکنم بعد دروازه میکشم دروازه میزنم خب مثلا اون برای من نخود من باید 10 تا مثلا بزنم یا 5 تا باید بزنم تو مثلا ثابت کنم خودم آره مثلا تونستم این هم برای من نمیخواد دوباره از نمون یه بار دیگه بعد دری از همونجه اینها رو قدم به قدم تمرین نکردی داری ضربه میخوری